همونطور که میدونی توی آپدیت PS 23 مال کلی قابلیت خفن اضافه شد و کلی از بخش‌های بازی هم آپدیت شدن و خیلی خفن‌تر شدن و قراره توی این ویدیو بریم با هم دیگه بررسیشون بکنیم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ من عادی هستم و خیلی خوش اومدید به یک پسکست دیگه که قراره توی این پسکست با هم دیگه از کوین رایگان تا مجدی و هست شدن تیم‌های مثل پرسپولیس استقلال و همچنین یوونتوس و همچنین تغییرات گیم پلی بازی با هم دیگه بررسی کنیم که نکته به نکته و ریز به ریز همشون رو با هم دیگه کلا بررسی می‌کنیم. اول از همه که می‌ریم سیم آپدیت شدن کیت ها و بازیکنان بازی. یعنی چی کیت ها؟ یعنی که فرض بگیرید بارسلونا، یعنی الان لباس تیم بارسلونا بروز شده و شده مثل لباس سال 2023 که در حال حاضر ما توش هستیم و همچنین واسه بازیکنان هم همینطوری. یعنی مثلا لواندوفسکی که رفته توی بارسا، آرم باشگاهش به بارسا تبدیل شده و دیگه بایر مونیخ نیست و خب ما توی بارسا میتونیم ببینیمش و کلی ازش لذت ببریم. و همچنین یه چیزی که وجود داره اینه که بچه ها توی بخش کانترکت، توی بخش استاندارد پلیر که وقتی میخواد برید اونجا مستقیم بازیکن بیسیک معمولی رو بخرید، اونجا قیمتاش که ببینید یه ذره بالا و پایین شده به خاطر عملکرد بازیکنان و خب فکر کنم یه سری بازیکنان ارزون شدن و یه سری بازیکنان ریتشون رفته بالا. فکر کنم بتونید مثلا بهتر از قبل ذره بازیکن بخرید و به نظر من این آپدیت کیتو بازیکنان باید میومد. این چیزی نبود که بعد انتظارش میکشیدیم، این چیزی که هر چونه میورد باید حتما این مثلا میبود تو بازی. مسئله بعدی که اضافه شدن منیجر پک کرایوف و کاناوارو هستش که توی پسکست قبلی من راجع به این منیجر پک ها صحبت کردم، ولی همینطور که بدونید که من قبلا توی پسکست قبلی بهتون گفتم که قرار مثلا کرایوف گواردیولا توی یه پک باشن، من رندوم مثلا یکی از مربی ها رو بهمون بده، ولی خب اینطوری نشد و کلا صورت مسئله انگار پاک شد و خب یه جور دیگه ما پک منیجر پک رو دیدیم. اونم اینطوری هست که شما الان مثلا برید توی بخش میشن که یه بخش جدیدی هست که اضافه شده و برید توی پریمیوم پک ها و پک کرایوف رو اگر نیست، فقط شما با دادن 500 تا کوین میتونید پک کرایوف رو بگیرید. یعنی فقط میتونید فقط یه کرایوف بگیرید با 10 تا ترینر 4000 تایی و دیگه هیچ مربی دیگه به شما داده نمیشه. واسه پک کاناوارو هم همینطوری هست و خب اون چیزی که ما می‌خواستیم تقریبا نشد. یعنی ما چیزی که انتظار داشتیم این بود که مثلا گواردیولا، کرایوف، مارادونا همه توی پک باشن، مثلا 100 تا کوین 250000 تا 25000 هر چقدر مثلا جی پی بدیم و مثلا رندوم مثلا یه مربی بهمون بده، حالا مثلا مربی مثلا میتونه سیستم خوب باشه یا بد باشه، ولی خب این هم چیز اتفاق نیفتاد. ولی همین که این منیجر پک ها به صورت خاص عرضه شدن به نظر من خوب بود. حالا شما هم حتما نظرتون مثلا بنویسید. مسئله بعدی کوین رایگان هست، هممون اینو میدونیمش بچا. هر وقت که دیگه شما هر روز وارد بازی بشید به صورت روزانه سه جوایز دریافت می‌کنید. فکر کنم توی روز سوم شما 130 تا کوین دریافت می‌کنید و در مجموع شما 230 تا کوین از این جایزه ها رو می‌تونید بگیرید. و خب اینکه رایگان کلا خیلی خوبه، فقط شما کافیه که هر روز وارد بازی بشید و خب اون جوایز رو حداقل دریافت کنید. به نظرم زیاد نبود برای مسئله ذوق کرد که مثلا آی نگاه کن مثلا شما کوین رایگان رو ببینید. همیشه بوده، یعنی وقتی که ای فوتبال 22 اومد، ای فوتبال 20 میگم ای فوتبال 21، PS 21 اومد، PS 20 اومد و همه PS ها وقتی شروع می‌شدن یه سری جوایز داشتن. حالا مثلا توی PS 20 شما مارادونا یا آیکون هم می‌گرفتی که مثلا لژندری خاصی بتونیم، ولی همین کوین هنوز پابرجای و هر وقت که دوباره مثلا ای فوتبال 24 موبایل بیاد یا حتی واسه کنسولش هم بیاد، جوایز اینطوری که توش کوین و جی پی و ترینر و ای فوتبال پوینت باشه هست. و این یه چیزیه که مثلا نباید بگیم واو کنامی تو دیگه شاهکار کرد، نه اصلا از این خبرا نیست. این چیزی بوده که همیشه بوده و باید میومده، یعنی اگه نمیومده باید همه اعتراض میکردیم. مسئله بعدی اضافه شدن پک مخصوص اینتر و آس میلان و همچنین لیگ آمریکا که به نظر من یکی از پرطرفدارترین لیگ های جهانه، که مطمئنم شما با این نظر من موافقید و همین الان توی کامنت ها بنویسید که پرطرفدارترین لیگ جهان لیگ آمریکاه. ولی خب این پک ها اضافه شدن و با 900 تا کوین میتونید بیت بخرید و واقعا من میخوام بدونم اون کسی که 900 تا کوین میده و بازیکنان لیگ آمریکا رو میخره چه فکری تو ذهنش داره. من که واقعا مثلا ملیت اون کشور داشته باشه، مثلا الان اگه لیگ ایران بیا مسلما ایرانی ها میرن میخرنش دیگه، مثلا واقعا طرف باید پولدار باشه خارج مثلا همون پک رو بخره مثلا. ولی خب به هر حال پک های مثل اینتر و میلان اضافه شدن به مناسبت اینکه تازه لایسنس پی اس شدن و به نظر من این خیلی قشنگه که شما وقتی یه تیمی رو لایسنس میکنی واسهش ارزش قائل باشی. وقتی که ببین بچه ها الان واقعا ای فوتبال یه وضعیتیه که واقعا خیلی بهش اعتماد نمیکنن که مثلا بیان تیمشون رو در اختیارش قرار بدن و لایسنسش بشن. شما مثلا شاید با خودتون فکر کنید که چرا مثلا فیفا این همه لایسنس داره ولی مثلا پی اس این همه لایسنس نداره. به خاطر اینه که بچه ها فیفا تونسته مشتری ها یا اون کاربر گیمر هر چی که شما میگید تونسته راضی نگه داره، حالا با گیم پلی خوبش، با التیمیت تیم، با درافت، هر چیزی میگم. یعنی واقعا هر چی که شما ببینید مثلا رضایت مردم تونه میری سراغ همون دیگه. الان مثلا فرض بگیرید الان دنیای گیم اینجوری به فوتبال و کلامی نگاه میکنه که این
میدید بازی شکست خورده است، هنوز راه نیافتاده، با اینکه داره پیشرفت میکنه ها، یعنی از اون افتضاحی که بود داره خیلی پیشرفت میکنه، داره درمان میشه بازی یه جورایی، ولی خب باز شما بهترین چیزی که میتونید انتخاب کنید فیفا مسلمه، و خب نمیای روی یه بازی مثلا خودت لایسنس بکنی که مثلا بدونی هم از لحاظ مالی هم از لحاظ اینکه چه سودی تو میخوای ببری اونقدر مثلا رشد و سودی نمیتونی ببری. خب مسلمه خیلی از این تیم‌ها میرن و مثلا با فیفا قرارداد می‌بندن، این یکی از موضوع‌های لایسنسیه، ولی خب آره دیگه اگه بخوام راجبش بیشتر توضیح بدم ویدیو رو باید 10 دقیقه هم راجب این مسئله صحبت کنم. مسئله بعدی اضافه شدن پک اپیک هست که توی پادکست قبلی هم صحبتش رو کردیم. پک اپیک همونطور که میدونید یا نمیدونید یه سری پک هستش که مثلا اون لژندری خودمونه، یعنی مثلا دو سه تا بازیکن خیلی قول توشن و بقیه بازیکن مثلا میدونید چرت و پرتن که مانع رسیدن شما به اون بازیکنان اپیکن، و خب این بازیکنان اپیک خوبیش اینه که هم بازیکنان حال هست، یعنی بازیکنایی که همین الان دارن بازی میکنن، هم بازیکنای قدیم هست، یعنی این ویژگیش به نظر من خیلی خوبه. و خب یه خوبی که داره اینه که بچا از لژندری ها بهترن، یعنی ما بعد از سالها یه کارتی اومده که از اومده رو دست لژندری ها و قرار لژندری ها رو به زودی فراموش بکنیم و احتمالاً یه سری پگ ها بیاد که مثلا چه میدونم به صورت جی بی مثلا بتونیم این لژندری ها رو بگیریم، ولی خب فعلا اضافه نشدن و خب خیلی میگفتن آقا ما قرار نبود این کارت رو اضافه کنیم، پس چی شد؟ و فکر کنم همین پنجشنبه همین هفته باید بیاد، حالا نمیدونم شاید الان اومده باشه، ولی خب تا جایی که من الان دارم رکورد میکنم هنوز من پک اپیکو ندیدم، ولی خب منتظرش باشید. این قضیه شایعه نبود، یعنی توی سایت کنامی هم سرچ شده و خیالتون از این باید راحت باشه، حتما شما کارت های اپیک خیلی از بازیکنان رو میبینید، مثلا ممکنه از اونهایی که مثلا ممکنه خیلی از بازیکنان لژندری تبدیل بشن به اپیک، یعنی هم نسخه اپیک داشته باشن هم نسخه لژندری، پس از این خیالتون کامل راحت باشه. مسئله بعدی اضافه شدن مچ دی است. البته به نظر من نمیشه بهش گفت مچ دی، ولی خب یه بخشی توی بخش ایونتس اضافه شده که وقتی برید بخش دریم تیم و توی بخش ایونتس توی بخش ورلد ویت کلابز که یه بخش یوزر مچ آنلاین هستش، شما وقتی برید توی اون بخش بعد از فکر کنم 2 یا 3 تا بازی میتونید به 50 تا کوین برسید، و خب همین آنلاین بودنش، همین که شما توی کوین بگیرید شبیه مچ دی هست، ولی خب کامل شبیه مچ دی نیست. شما مثلا شما توی مچ دی اولا اینکه به جای 50 تا کوین میتونید 200 تا کوین بگیری، همچنین 60,000 تا جی بی و کلی ترینر، یعنی از این لحاظ جوایز و اینا خب کلا مچ دی خیلی بهتره. و خب یه ویژگی که مثلا مچ دی داشت این بود که مثلا شما میتونستی اگه مثلا تیم بارسلونا رو مثلا میذاشت لوگوی تیم بارسلونا و از لباس تیم بارسلونا استفاده میکردی و کل تیم بارسلونا رو میچیدی، خیلی زودتر میتونستی مثلا به اون کوین برسی. ولی خب این بخش به نظرم ساده و خیلی جای پیشرفت داره که به همون مچ دی که خودمون میخوایم برسه، ولی خب همینم که از خوبه به نظر من، همین که 50 تا کوین هم داد به نظرم خیلی باحاله و واسه شروع تازه خیلی خوبه. حتما شما نظرتون مثلا بنویسید به نظر شما بچه‌ها این بچ میشه باز اسمش گذاشت مچ دی یا یه اسم دیگه روش باشه خوبه. موضوع بعدی راجع به حذف شدن تیم یوونتوس، احتمالاً کسایی که دلیخت دارن یا دیبالا یا هر کسی که بازیکن یوونتوس رو دارن ببینن که مثلا لوگوی بغل مثلا اون بازیکن عوض شده و دیگه یوونتوس نیست، خب این سر همون بحث لایسنس هست که راجعش صحبت کردم و ما دیگه توی پی اس 23 و پی اس 24 یوونتوس رو نداشته باشیم، و خب این دیگه لایسنس فیفا به غیر از فیفا نه پی اس دریم لیگ و هر بازی فوتبالی چه برای موبایل چه برای کنسول دیگه نمیتونه از یوونتوس استفاده کنه، که به نظر من خودم زیاد یوونتوس رو دنبال نمیکردم، ولی به نظرم لباسش واقعا قشنگ بود و حیف بود که لایسنس فیفا شد، و امیدوارم که فیفا بازار ازش لذت ببرن. موضوع بعدی خرید لژندری هست که بچه‌ها لژندری ها یه سری سه تا لژندری به بازی اضافه شدن که یکیش اسکولت هست و یکیشم البر هست و یکیشم که فکر کنم جدید به اضافه شده، عکسش واسهتون میذارم اینجا، و خب این سه تا آیکون و یا همون لژندری خودمون رو هر کدومشون رو با قیمت 5000 پوینت میتونید بگیرید، و خب یه نکته راجع به این وجود داره، شما اگه 5000 پوینت رو بگیرید و برای اولین بار بخواید برید توی بخش ای شاپ و بخواید مثلا بازیکن یا آیتمی بگیرید، مستقیما شما میرید توی سایتی سوی سایت کنامی، تنها کاری که باید بکنید اینه که بدون فیلتر شکن همون اول بدون اینکه رمز و کلا کنامی آیدی اشتباه بزنید، کنامی آیدی و پسورد وارد میکنید، لاگین رو میزنید، برمیگردید بازی و دیگه میتونید برای همیشه خیلی راحت با 5000 تا پوینت حالا اون آیتم بازیکن یا هر چیزی که خواستید راحت میتونید بگیرید. چون خیلی برام نوشته بودن که مثلا چه جوری ما وقتی که میخوایم اسکولز رو بگیریم میری داخل یه سایت و خب نمیتونید، باید چیکار کنیم، که فقط باید کافیه که یه کنامی آیدی و پسوردتون بزنید و خب دیگه درست میشه، راحت میتونید بازیکن مورد نظرتون راحت بگیرید. راجع به اینکه مثلا بازیکناش هم چه جوری هستن بچا، اسکولز یه ویژگی خوبی که داره اینه که شوت زن قویه و توی حمله خیلی میتونه کمک بکنه، ولی اصلا واسه پست دی ام اف مناسب نیست، یعنی اصلا شما اگه اینو بذارید توی ترکیبت بذارید روی حالت دی ام اف یا مثلا بذارید توی سی ام اف فانتزی داشته باشه که به عقب و دفاع و دروازه‌بانت حتی کمک بکنه، بعد بگم سخت تر اشتباهی، اسکوت فقط برای شوت زنی و بازی سازی به درد خوره. البر هم که از پی اس 21 من یادم واقعا مهاجمی بود که به نظر من بعضی از این
این آیکونا لژندری ها رو میبینم اصلا لایق لژندری بودن هم حتی ندارم و به نظر من البر اونقدر گزینه مناسبی نیست. ولی خب اگه واقعا بازیکنان خوبی نداری از البر میتونی استفاده کنی، ولی من اصلا پیشنهادش نمیدم. ولی خب اگه دوست داشتید با قیمت 5000 تا پوینت میتونید هر کدوم از اینا رو بخرید، یعنی مثلا اسکولز 5000 تا پوینت، البر هم 5000 تا پوینت، اینجوری نیست که دو تاش مثلا 5000 تا پوینت باشه. مسئله بعدی راجع به تغییرات گیم پلی بازی است که بچه‌ها گیم پلی بازی مسلمه که تغییر کرده، ولی خب خیلی جزئی، شاید حتی توی دید شما هم نیاد، ولی خب مسلمن که حس میکنید که مثلا گیم پلی تغییر کرده. اونم این هستش که بچه‌ها اگه دقت کنید بازی یه خورده سریع‌تر شده. شما از اون زمان که من یادم ای فوتبال 22 تازه اومده بود روی موبایل اینجوری بود، انقدر بازی کند بود، یه دونه پاس می‌خواستی بدی نیم ساعت طول می‌کشید، نه به خاطر اینترنت، نه به خاطر فیلتر چکن و نه به خاطر پینگ، به خاطر اینکه سبک بازی اینجوری بود. حالا توی ای فوتبال 23 بازی سریع‌تر شده و به نظر منطقی‌تر شده. بچه‌ها شما یه بازی موبایل نباید بیای واقعی گرانش کنی، باید یه جوری کنی مخاطب لذت ببره، مثل PS 20، مثل PS 21 که مخاطب لذت برد. ولی به نظرم همینی که هست خیلی عالیه. یه ذره سرعت بازی که بردن بالا به نظرم خیلی بازی جذاب‌تر کردن و به نظرم همین خوبه. یه ذره دیگه سرعت بازی هم بالاتر ببرن دیگه عالی میشه. ولی دیگه اگه بیش از حد بالاتر ببرن میشه همون PS 21 و بکیسیرش، همون مسائلی که خودم دوست ندارم بگم و خب اونا اصلا نمیخوام به سمت اون برم. مسئله بعدی هست شدن تیپ پرسپولیس و استقلال هست که خیلی به من گفتن چرا پرسپولیس و استقلال دیگه نیست و ما نمیتونیم دیگه پرسپولیس استقلال ببینیم. بچه‌ها پرسپولیس و استقلال به دلیل اینکه از لیگ قهرمانان آسیا حذف شدن، نمیدونم چه دلیلی، یادم نمیاد راستش، ولی خب به خاطر اینکه دیگه توی این لیگ نیستن مسلما از این لیگ قهرمانان آسیا حذف شدن و دیگه نمیتونه از اونجا بگیریدشون. ولی خب یه راه حل داره، اونم این هستش که برید توی بخش دریم تیم، توی بخش بیس تیم و روی بخش آسیا کلیک بکنید، توی بخش آدرس یه چیزی هست به نام تهران آروی، تهران الوی، اونا همون تیم های پرسپولیس استقلال هستن، ولی خب لوگوشون فرق میکنه و اونقدر که باید خوب نیست، یعنی واقعا برندن برشون نداره خیلی بهتره، چون واقعا لوگوی خودشون و فکر کنم لباس تیم خودشون نیست و واقعا این اعصاب من رو همیشه خورد میکنه. یعنی یه جوری هم حذف شدن هم حذف نشدن، یعنی من موندم این کارو کنم، چرا این کارو رو واقعا میکنی کنم، یعنی من جواب بدم. اینم از قابلیت هایی که PS 23 مول اضافه شده و آپدیت بخش هایی که به نظرم مهمترینش میتونست گیم پلیش باشه، چون به نظرم گیم پلی واقعا جا داشت که بهتر بشه و همین که فهم که بازی سریعتر شده خیلی بازی کمک میکنه و مطمئنم که گیمر و بازیکنان بازی خوششون میاد. حتما نظرتون راجع به PS 23 مول واسم بنویسید، خیلی دوست دارم، خیلی عشقید. اگر ایده داشتید و دوست داشتید ویدیوهای دیگه واسهتون بذارم و اگه دوست داشتید این پادکست ها رو ادامه بدین حتما ویدیو رو لایک کنید، لایکاش به 50 برسه که خیلی انرژی میگیرم. کامنت واسم بذارید که خیلی منم انرژی میگیرم. اینستاگرام من تو دیسکریپشن هست، حتما تا فالو بکنید واسه بررسی ترکیب و حالا یه سری تکنیکایی هست که اصلا توی اینجا آپلود نمیشه و فقط مخصوص اینستاگرامه. مرسی تا آخر ویدیو تماشا کردید. تا ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.